به نام خدا و سلام، به استدیو هوم فیکس اسکیل خوش اومدین. تو این قسمت قراره به بررسی علل مختلف وجود بوی نامطبوع همیشگی در حمام و سرویس بهداشتی بپردازیم. با ما همراه باشید. اول از همه باید بدونید که چجوری به صورت معمول بوی بد چای فاضلاب در حمام و سرویس بهداشتی گرفته میشه. در بخش روشویی ما سیفون روشویی داریم و وجود آب در این قسمت جلوی بوی بد رو میگیره. در طراحی توالت فرنگی هم این مورد رعایت شده و وجود آب در این قسمت جلوی خروج گازهای فاضلاب رو از این قسمت میگیره. در لوله کشی و هنگام نصب کفشور هم باید این لوله یو شکل در زمین تعبیه شده باشه تا جلوی خروج گازهای بدبو از این قسمت گرفته بشه. و همچنین برای توالت ایرانی هم به همین صورت این مورد باید توسط لوله کش در نظر گرفته شده باشه. پس اگر این خروجی های فاضلاب در مدت زمانهای طولانی استفاده نشده باشند، باید درش آب بریزید یا کامل اون دریچه فاضلاب رو در صورت عدم استفاده مسدود کنید. البته اگر این ایراد یعنی ورود بوی نامطبوع چاه به داخل ساختمون به دلیل ضعف لوله کشی ساختمون باشه، چیزی نیست که شما بتونید حلش کنید و نیاز به بررسی متخصص و رفع اشکال کلی و اساسی داره. ولی ما در ادامه نکاتی رو بهتون میگیم که ربطی به لوله کشی نداره، خیلی کمتر بهش توجه شده و باید خودتون برای رفع اونها اقدام کنید. برای سیفون‌های روشویی هر زمانی که بوی بد در این قسمت احساس کردید، باید کل مجموعه سیفون رو باز کنید و داخل اون رو به طور کامل تمیز کنید و یا اگر مجموعه این سیفون خیلی قدیمی شده بود، میتونید مجموعه کامل اون رو تهیه کنید و اون رو تعویض کنید. در کانال یوتیوب ما ویدیوی مربوط به انجام این کار قرار گرفته، میتونید یه سری به اون آموزش هم بزنید. در اون آموزش گفتیم که در این قسمت یک لاستیک بوگیر وجود داره و تو اینجا حتما باید لوله سیفون در داخل لاستیک بوگیر به این صورت محکم قرار گرفته باشه تا از کناره‌های لوله فاضلاب بوی خارج نشه. برای دسترسی به سیفون زیر روشویی برای این مدل روشویی‌ها باید پیچ نگهدارنده اون رو کمی شل کنید. بعد میتونید کمی کاسه رو به بالا بکشید و پایه اون رو به آرومی از زیر کاسه به این صورت جدا کنید تا بتونید به سیفون زیر روشویی دسترسی پیدا کنید. البته تو اینجا باید احتیاط کنید و از محکم بودن کاسه بدون وجود پایه در زیر اون اطمینان حاصل کنید و بعد پایه اون رو به طور کامل از زیر کاسه روشویی جدا کنید. نکته بعدی تمیزکاری دیواره داخلی چای کفشور در حمام هست. نسبت به سیفون روشویی خیلی زودتر نیاز به تمیزکاری داره. این کار رو میتونید با فرچه‌های مخصوص تمیز کردن بطری انجام بدید. البته این فرچه دیگه باید فقط برای این کار استفاده بشه. همچنین باید پشت درب چاه رو به خوبی تمیز کنید. و همچنین در صورت وجود این صافی، این مورد هم باید تمیز بشه. ما تو اینجا آب داغ باز کردیم تا بتونیم چاه رو بهتر تمیز کنیم. هنگام تمیزکاری این چاه، مخصوصاً با آب داغ یا با مواد شوینده، سطح گازهای نامطبوع به حد اکثر میرسه. یادتون نره که از دستکش و ماسک هنگام انجام این کار استفاده کنید و در و پنجره رو حتماً باز بذارید و تهویه رو روشن کنید تا هوا به سرعت تهویه بشه. همچنین حتما به انتهای این فرچه یک بند محکم که بهتر از این بلندتر باشه ببندید که اگر فرچه داخل چاه افتاد بتونید اون رو در بیارید. این فرچه هم نباید خیلی بزرگ باشه که به سختی داخل چاه فرو بره، چون ممکنه سر اون هنگام خارج کردن کنده بشه و داخل چاه بمونه.
برای توالت ایرانی هم دقیقاً به همین صورت باید دیواره چاه تمیز بشه. تو اینجا میتونید با فرچه‌های بزرگتر هم این کار رو انجام بدید. به صورت کلی باید یادتون باشه که هر چاه دیگه‌ای باید کاملاً دیوارهای داخلی اون تمیز باشه. نکته بعدی که باید بررسی کنید چسب دور توالت فرنگی هست. این چسب نباید در هیچ قسمتی کنده شده باشه و یا بدون چسب مونده باشه. اگر ویدیوی نحوه نصب توالت فرنگی در چنل یوتیوب ما رو دیده باشید، حتما با نحوه چسب کاری در این قسمت آشنایی دارید. همچنین پشت برخی از توالت‌های فرنگی دو تا سوراخ برای نصب پیچ به زمین وجود داره. اگر در این قسمت هیچ پیچی وجود نداشته باشه، باید حتما این سوراخ هم مسدود باشه. میتونید با چسب نواری پهن هم این سوراخ رو مسدود کنید. خب به پایان این برنامه رسیدیم. لایک و کامنت و همچنین سابسکرایب و علامت زنگوله فراموشتون نشه. همچنین یادتون نره که چنل دوم ما رو هم حمایت کنید. تا یه برنامه و یا آموزش دیگه، خدا نگهدار.